is coming. And neither of us may win. تریلر قسمت چهارم فصل دوم سریال هاوس آف دراگون هم بیرون اومدش و با هم دیگه میریم سراغ بررسی این تریلر در مورد شات‌های مختلفی که داخلش هست، حتما با هم دیگه صحبت میکنیم و میدونید که یکم مورد انتظارترین قسمت‌های هم هستش که قراره این فصل داشته باشه. بدون شک هزینه زیادی هم باید براش انجام داده باشن، چون میدونیم هم نیاز جلوه‌های ویژه خوبی رو نشون بدن، هم در کنارش نیرو انسانی زیادی این جنگ به خودش میبینه و قرار کلی تلفات و اتفاقات مختلف رو داشته باشه که میریم سراغ این شاتایی که توی تریلره تو بهتون میگم چه اتفاقی قراره پیش بیادش. اسپویل به خاطر اینکه داریم در مورد قسمت بعدی صحبت میکنیم وجود داره، ولی در مورد مرگ و میر و اینکه قرار چه بلایی سر کاراکتر رو بیاد چیزی بهتون نمیگم. یه قسمت اسپویل دار در انتهای این ویدیو براتون میذارم که اونجا بهتون میگم کی میمیره، کی داغون میشه، چه بلایی سر هر کسی که تو این جنگ هستش میادش. درود به همگی، من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی، ازت ممنونم. قبل از اینکه اصلا بخوایم بریم با هم دیگه تریلر رو شروع بکنیم، یه نکته مهم رو بهتون بگم. توی ویدیویی که دیروز براتون گذاشتم وقتی که اون تخمه اژدها رو دیدیم در مورد این موضوع باهاتون صحبت کردم که همیشه میگفتن تخمه اژدهایی که دنیرس داره از دریم فایره و ممکنه که برای سریال شاید بیان یه سری تغییراتی رو درست بکنن و بگن این تخمه‌ای که داریم می‌بینیم تخمه اژدهایی باشه که به دنیرس میرسه. حالا یکی از اون کارگردانایی که این مجموعه داره تو صحبتایی که انجام داده برگشته گفته که این تخمه اژدهایی که اینجا داریم میبینیم دقیقاً همون تخمه اژدهایی که قراره به دنیرس برسه. فقط این نکته رو بهتون بگم که مارتین هنوز چیزی رو نه تایید کرده نه رد کرده و نیازی که اون بیاد بگه، چون میدونیم این دنیا رو اون درست کرده، نویسنده اصلی ماجرا اونه و اگه بیاد تایید بکنه پس این موضوع کاملا تایید میشه و متوجه میشید که تخمه دنیرس از کدوم سمت اومدن و این مسئله ای که همیشه در موردش بحثه که این تخمه از کجا رسیده چطوری مونده رو مطمئنن مارتین میتونه بیادش و در موردش به خوبی بهمون توضیح بده. پس منتظر میمونیم تا مارتین بیادش و این مسئله رو حلش کنه. امیدوارم که زود بیاد جواب بده و مثل داستان نوشتن کتابش نشه که همچنان منتظریم تا کتاب بعدی بیرون بیادش و همچنان هم تأخیر میخوره. حالا اگه خود مارتین حرفی زدش رد کرد یا تایید کرده حتما توی ویدیو بعدی در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. شات‌های مختلفی از تریلر که دارید میبینید داره قسمت‌های مختلف از نبردهای مختلف هم بهمون نشون میده، یعنی همشون برای یه جنگ نیستش و داره اتفاقاتی که در طول مسیری که گروه سبز دارن و حرکتی که دارن میکنن رو بهمون نشون میده. اینطوریه که تو این مسیر حرکتی شما متوجه میشید که کریستین کول نقش رهبری این ارتشو داره و هر چقدرم که حرکت میکنن و جلو میرن خاندانای مختلفی رو توی مسیر میزنن در و داغون میکنن، یه سریاشون هم تسلیمشون میشن و به نیروهاشون اضافه میشه. به خاطر همینه که اون ارتشی که اول مسیر دیدیم داشت حرکت میکرد و جلو میرفتش هرچی که جلوتر میره بزرگتر میشه. اگه یادتون باشه تو خود همین قسمت سومی که گذشتهش اونا اشاره کردن که میخوان به سمت رازبی بیان و حرکت بکنن. این کاملا مشخصه که خاندان رازبی که داریم میبینیم و خاندان استوکورس قراره که تو این مسیر به اونا اضافه بشن. این شات بعدی کاملا داره به این موضوع اشاره میکنه. اگه نگاه بکنید نماد خاندان استوکورس اینجا دارید میبینید که یه گوسفند سفید وسط زمینه سبزرنگی که کاملا مشخصه. نماد خاندان رازبی هم دارید میبینید که سه تا خط قرمز توی زمینه سفید رنگ و یه سری علامت مشکی هم توش داره. پس تو اتفاقاتی که داریم و نبردی که میکشه به سمت داسکیندل و همینطوری رو به جلو حرکت میکنه داریم میبینیم که خاندانهای مختلف تسلیم میشن و به این سپاهی که داریم میبینیم اضافه میشن. تصویر بعدی جاییه که میبینید که کریستین کول داره یه نفر رو اعدام میکنه. اگه دقت بکنید اون شخصی که داره اعدام میکنه احتمال خیلی زیاد گانتر دارکینگه و میبینیم که اون جلوش زانو نزده و هر کسی که جلوشون زانو نزنه رو میکشن. تو این مسیر حرکتی که اینا دارن هر کسی که به سمت سیاها بوده رو به سمتش حمله میکنن و اینطوریه که یا طرف باید تسلیم بشه یا اینکه کل خاندانش نابود بشه. شات بعدی داره به ما لرد سانتون رو نشون میده، خاندانی که میدونید با یه نماد دوتا بال مشکی هم معمولا بهمون نشون میده. اینجا نمادش رو براتون میذارم. جایی که اون داره نگاه میکنه دقیقا داره اتفاقات روکسترس رو بهمون نشون میده. بین اون جنگل و دار و درختی که اون روبرو دارید میبینید قراره که ارتش سبزا بزنه بیرون. رنیرو توی شورا هم به این خاندان اشاره کرده بود.
توی شات بعدی ما داریم آلیسنت رو میبینیم. آلیسنت که روبروی لاریس نشسته، استاد کفتر سیاه نامنظم و کسی که یه پا بده اطلاعات بگیر تا بهت کمک بکنم و داره بهمون نشون میده و دقیقا تو همون پوزیشن هم هستش که اتهاماً میخواد یه چیزی بگیره. اینجا داره بهمون نشون میده که ممکنه که توی حرفایی که آلیسنت داره میزنه در مورد این که دارید متوجه میشید، میگه وقتی که پادشاه زنده بود همه چیز صلح بود، درست بود، آرامش وجود داشت، شاید داره در مورد این موضوع صحبت میکنه که از لاریس کمک بخواد جلوی ایگانو بگیره که انقدر جنگا رو بزرگتر نکنه، چون الان دیگه اون متوجه شده که پیشگویی داستانش چی بوده و واقعا پادشاهی که دیدیم یعنی ویسیریس دلش میخواست که رینیرا کسی باشه که ملکه بعدی میشه. توی شات بعدی دو مرتبه داره به ما اون نوردار رو نشون میده و دارید میبینید که ارتش سبزا با اون نماد طلایی رنگشون که نشونه سانفایر هم هستش هم اینجا دارید به خوبی میبینید. تصویر بعدی به ما نشون میده که آلیسنت و اگان با هم دیگه بحثشون شده، حالا هر دوتاشون هم در حال شراب خوردن و به نظر میرسه که آلیسنت هم یه مقداری مست باشه و داره به ایگان میگه که توی پادشاهی به درد نخوری و اینجا داریم میبینیم که ایگان هم برمیگرده واکنششون میده و کاملا مشخصه که بحثی بینشون اتفاق افتاده و شاید اومده آلیسنت بهش داستان اصلی گفته اینکه اصلا تو نباید پادشاه باشی یا حق پادشاهی برای کس دیگه است. اینجا کاملا شاید داره به این موضوع نشون میده که آلیسنت که داریم میبینیم تحت تاثیر حرفایی شده که رنیرا بهش زده و داره تلاش میکنه که جلوی این جنگو بگیره. این اتفاقاتی که اینجا داره پیش میاد، این تلاش برای جلوی جنگ گرفتن و صلح و اتفاقاتی که به سمت پیشگویی حرکت میکنه یه مقداری برای داستان سریال اضافه شده، توی کتاب اصلا این خبرها نیست. خود بازیگر ایگان توی صحبتایی که داره برمیگرده میگه که اولش که شخصیت ایگان رو داشتید میدیدید هیچ علاقه به سلطنت نداشتش، ولی رفته رفته موقعی که میبینه میتونه با قدرتی که داره کاری که دلش میخواد انجام بده، دیگه دلش نمیخواد از این سلطنت کنار بره. البته اینم بهتون بگم کنار رفتن هایتاور با اون تجربه زیادی که داشتش هم باعث شد که یه مقداری ایگان هم مسیر خودش خارج بشه، چون کلی که داریم میبینیم اصلا هنده به درد بخوری نیست. بعد از خوشگذرانی هم که ایگان داره کاملا دارید متوجه میشید و شاتای تریلر هم به اون نشون میده که ترجیح میده بره وارد نبرد بشه. اینجا شما دارید دو مرتبه که این هایتاور میبینید، یه بچه لوس و خونگی قشنگی که اینجا توی جنگ هم وارد شده، حرفایی که داره با کلنیزانه به نظر میرسه که دلش میخواد برگرده خونه و کلم بهش اجازه نمیده و یه طورایی داره اونو نصیحت میکنه. تصویر بعدی ورود ایمون به نورد رو نشون میده و میبینید که به ما ویگار رو نشون میدن. کاملا مشخصه که ما هم ویگار هم سانفایر رو تو این نبرد داریم. وقتی که این دوتا اژدها که اژدهای مهمی هم هستن مقر پادشاهی رو ترک میکنن، مقر پادشاهی یه طورایی بیدفاع میمونه به خاطر اینکه دریم فایر و هلینا شرایط پرواز کردن رو ندارن. هلینایی که داریم یعنی یه مقدار از نظر روحی به هم ریخته است و نمیتونه از شهر بیادش و دفاع بکنه، این میتونه یه نقطه ضعف برامون اونو باشه. تصویر بعدی جایی که ویگار رو داره بهمون نشون میده که روبروی میلیس وایستاده. جلوتر دارید میبینید که دیمین دو مرتبه به نظر میرسه که توهم زده، معلوم نیستش وقتی که وارد اون قلعه شدهش اونو چیز خورش کردن یا اینکه با گذشته خودش و اتفاقاتش داره روبرو میشه، چون کاراکتر دیمینی که ما میشناسیم اون قدرت دیدن آینده یا دیدن در از رویای اژدها رو نداره و کاملا مشخص این تصویری که داریم میبینه حالا یا به خاطر عذاب وجدان شدیدیه که پیدا کرده و به گذشته خودش نگاه میکنه تا یه سری درس ازش بگیره و ممکنه در کنارش حالا آلیس که دیدیم شب و قدرتایی که داره یه مقداری ذهن دیمن رو به هم میریزه. توی شاتای بعدی دارید متوجه میشید که رنیرا در مورد این موضوع صحبت میکنه که پدر من سلطنت رو به من داد، اون در مورد پیشگویی به من گفت و وظیفه من اینه که بقیه رو متحد بکنم. اینجا داره کاملا یه نکته مهم نشون میده. رنیرایی که توی سریال دارید میبینید دنبال تاج و تخت هست به خاطر اینکه بتونه بقیه رو متحد بکنه و به سمت پیشگویی حرکت بکنه. در کنارش ایگانی که داریم میبینیم سلطنت رو میخواد چون بهش حال میده که پادشاه باشه و دلش میخواد که قدرتمند باشه. داره نشون میده که دوتاشون هدفهای متفاوتی رو دارن و رنیرا بیشتر داره به سمت اتفاقاتی که برمیگرده به این خاندان و پیشگویی که دارن حرکت میکنه. تصویر بعدی جاییه که رینیس رو به ما نشون میده که برمیگرده میگه دیگه نمیشه جلوی جنگو گرفتش و باید به جنگی و میره به سمت اژدهای خودش یعنی میلیس. توی این جنگ و اتفاقاتی که داریم میبینیم هدف کل اینه که بیادش با یه نقشه‌ای که توی ذهن خودش داره کاری بکنه که رنیرا وارد این نبرد بشه و دخل اونو بیاره، ولی خب توی شات داره بهمون نشون میده که رینیس کسی که وارد این نبرد میشه. تصویرهای بعد میاد چند تا شات مختلف ویسار هم دیگه بهمون نشون میده که اشاره میکنه به اتفاقاتی که داریم، نبرد و جنگ‌های مختلفی که اینجا به وجود میاد
ویگاریو داره بهمون نشون میده که میدونیم بزرگترین اجداییه که الانم وجود داره و سوار داره و میدونیم که حسابی هم توی جنگ تجربه زیادی داره. اون طرف سانفایر رو داریم میبینیم که توی جنگیدن زیاد نسبت به ویگار خوب نیستش، ولی خب توی سرعت عمل ویگار خیلی سریعتره و اجدای بعدی هم که دیدید یعنی میلیز اجداییه که هم توی جنگیدن تجربه بیشتری داره، هم نظر سرعتی هم اجدای سریع به حساب میادش. از اینجا ویدیو میریم سراغ قسمت اسپویلر. دیگه اینجا میخوام یه سری نکاتی که بهتون میگم کاملا میاد قسمت بعدی رو براتون اسپویل میکنه و اگه دوست نداشتی ادامه بدی تا اینجا ویدیو هم که همراه هم بودی ازت ممنونم. بریم وارد قسمت اسپویلرش بشیم. اون لورد استانتون رو یادتونه بهتون گفتم، اون کسی که وقتی متوجه میشه که سبزو بهش حمله کردن نامه میفرسته برای گروه سیاه تا بهش کمک بکنن. یه نکته که در موردش وجود داره اینه که ماشون توی صحبتش میگه 9 روز طول کشید تا اونو به کمکش برن. اون 9 روز اونجا مونده بود توی قلعه‌ش و توی محاصره بود، ولی خب نمیشه زیاد رو حرفای ماشون هم حساب کرده و خب میدونیم که رینیس کسیه که برای کمک به اونا وارد این نبرد میشه. وقتی که اون وارد این نبرد میشه کل انتظار اینو داشت که بالاخره یه اژدها طرف سیاها بیادش و حسابی آماده اومده و کلی تیرکمون و نیرو هم با خودش آورده بود تا بتونن اون اژدها رو بزنن، ولی وقتی که رینیس و میلیس وارد این نبرد میشن حسابی میزنن ارتش اونا رو در و داغون میکنن و اینجا جاییه که ویگار از طرف دیگه ایم سانفایر هم سرکلشون پیدا میشه. این همون هدفی بودش که کل داشت، به خاطر اینکه بتونه اونو بندازه توی تله تا دوتا اژدها به یه اژدها حمله بکنن. حالا ممکنه که توی سریال بیان این موضوع به اون نشون بدن که انتظار اینو داشتن که موندنسر بهشون حمله بکنه چون اون اژدها رو اونجا دیده بودن و انتظار ورود رینیس رو احتمالا نداشتن. این قسمت نبرد اژدهایی که قرار ببینیم توی کتاب کلا دوتا خط بیشتر نیست. اینطوریه که رینیس وقتی که میاد و اون دوتا اژدهای دیگه هم وارد نبرد میشن میره حمله میکنه به سمت سانفایر، گردن سانفایر رو میگیره. تو این درگیری که با هم دیگه دارن اون طرف ماجرا ویگار میاد بهشون یه ضربه میزنه، ستایی با هم دیگه میخورن زمین. وقتی که ضربه میخوره میخورن زمین اونجا کلی آتیش و دود و اینا بوده که اصلا نمیفهمه چه اتفاقی پیش اومده. بعد از اینکه تمام این آتیش و دودا کنار میره یواش یواش متوجه میشن که ویگار و ایموند سالمن، اون طرف میلیز که داریم میبینیم مرده و داغون شده روی زمین هم افتاده. از طرف دیگه ای اگان دوم هم حسابی دندمنده‌هاش خورد شده و زرهش هم به خاطر حرارت زیادی که آتیش داشته ذوب شده و چسبیده به بدنش و نصف بدنش هم کلن تعطیل شده. اون طرف سانفایری هم که داریم میبینیم در موردش میگن که یکی از بالاش حسابی داغون شده و جدا شده بوده و اینطوریه که یه نبرد اتفاقات بزرگی که داریم می‌بینیم کلی تلفات بزرگم بهمون میاد نشون میده. بعدها اونجا که دارن حرکت میکنن متوجه میشن که یه جنازه سوخته هم روی زمین افتاده که میگن احتمالاً اون جنازه رینیس بوده. اینطوریه که توی سن 55 سالگی میمیره. این وسط 800 تا نیرو هم تو این نبرد همینطوری کشته میشن به خاطر اینکه تلفات خیلی زیادی داشتن. صدها نفرم زخمی بودن بعدش میمیرن و این داره کاملا بهمون نشون میده که جنگیدن و ورود اژدها میتونه تلفات خیلی زیادی رو به بار بیاره. لورد استانتونی هم که بهتون گفتم سرش رو جدا میکنن بعدا میبرن و آویزونش میکنن که یه درس عبرت باشه. خود اژدهای رینیسی هم که دیدیم میان سر اونم جدا میکنن میارن توی سطح شهر میچرخونن که این کاری که انجام میدن باعث وحشت مردم میشه. یه سری سعی میکنن دروازه رو بزنن بیرون که آلیسان دستور میده دروازه رو ببندن. تو این اتفاقات اگان دوم نمیمیره، ولی اگه میمرد براش راحت تر بود. و اینم تمام نکاتی بودش که میتونستم در مورد این تریلر بهتون بگم، اتفاقاتی که قرار جلوتر ببینیم. امیدوارم این نبردی که قرار پیش بیادش بیشتر از زمان خوندن دوتا خطی باشه که توی کتاب وجود داره، بیان حسابی اون هیجان لازم رو به سریال تزریق بکنن، چون همه منتظر بودن این بار سیاسی اتفاقات رو تا الان دنبال کردن که به این نبرد برسن و این نبرد و حسابی از دیدنش لذت ببرن و باید منتظر باشیم ببینیم که هفته بعد قراره که تیم سازنده چی کار بکنه و میاد بهمون چه اتفاق مهمی رو نشون میده. در مجموع امیدوارم که دیدن ویدیو لذت برده باشی. نظر تئوری هم داری حتما داخل کامنت برام بنویس و لایک و سابسکرایب و زنگولم یاد نره فعال بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید دسترس پیدا بکنی و بیای توی کانال و ویدیو جدید رو تماشا بکنی. این ویدیو رو هم برات میذارم اینجا که بررسی قسمت سوم هست که میتونی بری تماشا بکنی. و خب دیگه حرفی هم نمونه، تا ویدیو بعد. بدرود.